بنی آدم اعضای یک دیگران که در آفرینش ز یک گوهرند. چوزوی و درد آورد روزگار، دیگر روزها را نماند قرار. درود و سلام خدمت چشما و گوشایی که مرا میبینند و صدای مرا میشنوند. در این برنامه بیشتر به هم نو دوستی تمرکز شده است. درد و فقر و بدبختی؟ امروز از میان این کوچه ها باز هم داستان تلخ خانواده را نگاشته است. داستانی که همانند این خانواده شاید در سرنوشت صدها خانواده دیگر هم رقم خورده باشد. در کنار اجداد حضور داشت و برای یافتن نفقه به خانواده کوچکش طلبی داشت. از دختر جوانش میگوید که به بیماری تلاسمی مبتلا است، ولی به دلیل غرق شدن در روزگار هنوز از آینده این بیماری و حتی نام آن چیزی نمیداند. همین چند روز به خدای کاربارم نیستیم، مای دختر من پودش را دوا میگیرم برش. خب از نادای از او هست؟ آه هست که دوا گرفته بینه، ما چهار دفعه خون تیر کردیم، هم دستقلال تیر کردیم، هم در جمهوریت میگن چی ما همین آمایش قصوات ندارم بچه امینا میفهمم نه مو دو دفعه در اوجه تیر کردیم. چاشنان نخورده بودم و همتاییم و قبره جاو توترش کرده بود. دختران گفتم از اون چیش کرد خیر گشنگی خوب ایره نخوره که مریض تان میکنم. نه یعنی زندگی به حد سخت شده دیگه؟ آره دیگه 3000 کرای خانم میتونم بچه کاش که خانم بس خودم باشه. اینه میجا 3 سال میشه میشینم. بچه کلان چند سال است؟ بچه کلان هم امسال دیگه 14 میشه. کلان تری نموز؟ آه نموز. گاهی در پیش ترکاری ها میبرم شاگردش میکنم، گاهی در نانبایی. چرا یک جای یک کراچی یک چیز جور نمی کنی که ترکاری؟ نه دارم متوسط آوام کجا دارم کجا ترکاری پرتال خوزمی؟ نه هزار خو مصرف داره بچه. از اونجا باید هر روز پیاده بیایی؟ آه پیاده میرم پیاده میرم منمت باز گوشه میرم اونی چادری که که میپوشم. نه باز اونم اونجا میشینم اونم اینجا شد یا 60 دفتا شد یا قنگور میگیرم یا سوپ میگیرم کتش میرم برش نکام میرم. خب چادری در بچی خاطر گفتی میپوچیم؟ به خاطر نمیجه گفتی اگان پینم گدایی نوایی دیگر کدام چی نیست خداوند تارا ما را چی وسیلی ما را کنه چرا آدم تو برسن سرک بشینه یا در سر را بشینه. باز گفتی همسایا تا نمیتا تفلارا؟ آه همین تفلارا آلا میگن اگان تش میگن نی در دسکار چادری را میبره گدایی میکنه. ما باز هم در مسافه دوری از بازار در میان این کوچه ها باید به زندگی این خانواده در پایان ترین لحظات روز برسیم و شاید امروز با کمک شما این قدم ها استوارتر و تواناتر به سوی منزلش در حرکت است. میگوید 6 فرزند دارد، 3 دختر و 3 پسر و همه جز دخترانش در کنار رفتن به مکتب مصروف کار در کنار جاده ها هستند. خب چند تا طفلکایت هست گفتی؟ بازم 6 تا کتیم هست. خب کجا هست؟ یکی بچگک هست؟ دخترم خب مدرسه رفته، اون دختر دیگه نیمچگک هست، کوچه برامد 10 ساله هست. خب دیگه بچگک هم یکی خانورد گفتم 14 ساله هست، دیگه ما 12 هست، سمندر محمد 5 ساله. خب او گفتی بود بالشی میکنم. ما بود بالشی میکنم دیگه، یکیش کراچیوانی اونه کراچی شب استاد ازم بیرو که نمیال اگان چطلی را شام بچه یکم از خانه میبره از این گرد پیشم باز 150 ست میتن شد دیگه. در سیرایی کار میکرد، هیچ کار نبود بیادر، هیچ چیز نبود، وضعیت اونه خود دیدین خراب بود. همی چند روز دینیم خانک چیز داشتیم اینمی میخوردیم دیگه، نمیال گرد در خانه ما چیز ندارم. امی دختر من مریض هم لبایش سفید بود. از شوهر معتادش میگوید گویا دو دخترش را
سالها قبل برای عمل خودش به فروش رسانده است. دیگه تا بخ بابش 13 ساله بود فروخته بود سر این پودر میکشید. او دو دختر ما فروختن بابش، یک دختر از اینه میکردن نه و دیگه جوان شد. حال خبر داری کجاست؟ نه حال قفایی هیچ خبرش ندارم بچیم و از خدا که پت نمید شما چی کنم. یک زن دگام داشت و زنشم در زن قیمت از بیچاره و از مام 6 اولاداش از خود کرد بیادرهای یای خود است. او رو میلا کرد. وقتی که به خاطر ناداری مثلا توته جگر تا که چقدر با مشکل کلان کردی باور میکنی گپ هم میزری گپ از دانت میگیرم. ما 5 سال میشه دختر من ندیدیم در پاکستان دادش. همین دادش خسرش آمد بردش داماد نامدم من داماتم ندیدم. کوی آیا چرسی بود پودری بود چی بود؟ فیس در مدرسه داده نمیتونم قرآن شریف هاش که دروغ گفته نمیتونم. این دختر ما میره دختر کلان ما یک تار رایگان کرده ما 5 تا اولادای میره ماه 400 میگه بتی پیش قاریش رفتم عذر کردم گفتم خیر من خو ندارم میخور آیات قرآن از مردم مفت درس میتم. میگه ما کس کل قاری ها رو برای ماش میتیم از مام چین می قاری تواب می جب کلگی مشناسش. رفتم برش گفتم گفتم یک تا رایگان میتونم دگاه تا نمیتونم. دیگه زندگی زده خانه هر چیز کار میشه دیگه. ماهانه باید حداقل برای اجرای معاینات دخترش مبلغی 3000 افغانی را با خودش داشته باشد وگرنه نفسهای دختر جوانش کوتاه‌تر میشود. اینه میای دخترم که اینه میال قف دستیش سیک من دروغ هم نمیگه سونم لبای رنگش سیک و باز خون کم کرده اینه که من خون تیر نکنم باز وضعیتش خراب میشه نفسش بند میشه وگه ریشه مرا میگن که 70000 یک معاینات از این میشه از استقانش میگه موادش رو میگیره مرا یکان تا میگه که مرضت نباشه و رنگ میگم بازم شوق خواه میکنم جای مون اینجاست تا صبح خواه ندارم چرت و فکر میزنم سبا چی بخوره مال چی بخوره. اینجا اشکای میریزد و چشمان معصومشان در این تاریکی ها پر از سیلاب ها شدند. حالو خوره که ما باز خون کم کده باید در این روزا باز برش خون تیر کنه. آه یکی دو دفعه من که سر خوردم مادر جان همین که خودت چادری میکنی وقتی برای یک نفر استاد میشی چقدر برای خودت دردآور است؟ چی؟ مره که اگان تا پتکام میکنه زیر چادری گریان میکنم یکان تا میگه بریش ما رو خدا سیر کنه او خبر نداره که در پیر پا دار پا چی میشه در خانه گاز کار است در خانه نمک کار است از آرا چیز کار است. باز اون سو میرم گریان میکنم میشینم یک جای ایرای خوب هم نیست گنام داره ما دست دراز کنیم خود چیز که ما بسیار مجبور هستم که ما تا این در خانه نان خوش کنم چی ما از دیش ما که یا 3 تا یا 4 تا اورم نان یخ میخرم یکان صبح میرم 6 بجه زمین نان بایا میخرم. نگه از اینی مشکلات دنیا است که با اینی دست دراز کردیم. اگر هیچ آدم چی ضرورت داره که آدم اگر کارم خوب باشه زندگیم خوب باشه یک کس کمک کنه اگر من از خانم برایم. یعنی دستک هایی تا پیشتر گفتی که وای تکس آه این دست های می وای تکس انت کرده بیخیه که در خانه مردم بخاطر در خانه مردم آه دیگه خودم هم چیست هم روماتیزم هم دارم شکرم دارم. امروز شک... چند کار کردی تو؟ امروز ما پای نپا گونه مو اصلا پیش تو آمدم از یکی پای نپا گرفتم رفتم دان نان بایی باز دان نان بایی رو نان می خریدم با نان بایی وال نیم مره داد اونو نصف شخوردیم نصف شمانده و خاطر که معموم از گلونم تیر نمیشد گفتم اولادم نان نخورده ما چطور بخورم. باز هم در این شهر وحشت از فریب و نیرنگ یک هموطنش حکایت میکند. دین روز کدام لمبر داده بود که بر ما کمک میکنه بازی ما داد شو که زنگ زدیم میگه برو خارجان من بچه تمه تا گفتم که خود دلش خوش شد میگه من برش گفتم مادر کاکا رو گفتم با من بوره زیاد بخور چای بوره میخور
نه مادر نهر صبح تو میگی برا نیست 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 ما برد غم تا خوردیم برای از او که زنگ زرم اینه میل لمبر شام هست این بچه گفتی چی کار میکنی؟ این چطلی های مردم صبح صبح میبره صبحکی و دیگر از مکتب کن بیچاره به بکسه خدا من دازم میده و سیرایی میره و این بچه اگر که چی میکنه؟ این بوترنگی میکنه این خود ترک؟ اون بوترنگی میکنه ایده تا یک جایه؟ ایده تا یک جایه شیش در پل سرخ میکنه ایش در کارتی چار نمیالا دیگه شام هست هنوز هم تو منتظر هستی که من منتظر هستم خودم برا من گفتم کنه من از پنج پا زیاد نکردم من اون پنجی رو نیمه نان بایی نمیداد گفتم خیبت اگه من میخورم گوش نشدیم چاش نان نخوردیم من یارا سیر میکنم خودم در بیرون مبرایم میگم برو خیر اگه من خوردم هم نخوردم یا سیر باشه اینی که بیا از مکتب چی پخته کردین خدا میزنه تو شوا شدن نو بجه مماتل شان میباشم که چی وقت میان گای دلم چی میشه میگم بچه خورده کس نگریزانه میترسم بسیار باز این دان کوچه مبرایم مدرایم بازی دخترها میگم مادر سر تو چی گپ شده که خمه برایی مدرایی اید نشو خواه داری نروز من همیه پنج دقیقه یک پر خواه میکنم دیگه از او باز خواه ندارم دین روز همی مریض بود همی دواخانه دم بردمش یک پچکاری پنجار پکت گلونکش بود تاو مگرفت سه روز تاو گرفتش نمو تاو آلات خدا میرفت کار میکرد میفتمش برو پیش دکتر بچه من نمیتارمت برده میگم نه مادر بیت تو برو کتم باز پنجار پکت بین یک پچکاری نگه که جور کرد با چشمان سرخ و دردناکش از همسایگانش شکایت دارد که با تنه دادن آنها را آسیب میزند. باز سر تو بد نمیخوره جگر خون نمیشی میشم نگه چی بگویم کی میگه مثلا این نزدیکای تان هست یا میگن کنم سایم تو باز چیز نمیگی برشان نموز که دکتر همی دکتر خلیل هم درد گفته که خوب میوه بطه خوب جز من گفتم دکتر سا که پیسه باشه من بطم که نباشه من چی را بطم میگه تو مجبور هستی که برازی از عرصو میکنی نان نخو برازی بیار سیار دل نازک دارم کس چیز بگویه من گریان میگیره من کس که بگویه من او رقم یادتا جنگ در جنگ مرا گریان میگیره مردم مرا هر چیز میگه مرا گریان میگیره من دعوا زده نمیتانیم این گونه مردانوار برای مبارزه با زندگی استادگی کرده است و قصه هایش را در این برنامه با ما با چشمان پر از اشک شریک می سازد. دیگه این رقم است من هر کس خیر هر کس کمک میکنه چی میکنه از امو خواهش میکنم که نمی کرای خانه ایم دخترم خیر گشنگی را تامل داریم اگه می دختر جوانم که مریض است سیر چی تامل کن کوشش دارم مکتب هم میرفت مکتب که زوف کرد باز گفتش دیگه نبیا دو دفعه زوف کرد خواستم ایس کس در ما کمک کنه زندگی ما خوب شده خواستم تو دیگه مادرت بیرون نبره در بخانه باشه من که سرش قانون بیم چای نیست میم مادر برم سر شمه ایش چای میکنم در یک شمه ما سه دفعه چای میکنیم میگم یه حلق گلونم در گرفت اینه بغیر میگه حلق گلونم در گرفت اینه چای هست که میخوره بزرگترین آرزوی چی هست؟ من همی آرزو را دارم که نمی یک مسلمان پیدا شد تا آخر اکت من کمک کنه که همی دخترم آینده اش جور شود که سیاسر از سونه خو می بینی که این بچه های مکتب بخونه که از مکتب میان پشت غریبی می دون درسشان یادشان می ره بیا خدا می ره بان از باز هم همتنا اگر چیز همکاری کمک کردم خیلی ببینی بچه ما میرم چی دارم که می یک کس کمک کنه خیر تا این بچه ها کلان شد یک چیز شد خدا می ره بان است هیچ کس نه تو وضعیت نمیمانه خدا داره کل دنیا خدا داره ما میره میگه که یک تخته زده شوه یک چیز پرته
خدا مهربان است و به درک دیگه شام کتش باشه یا خودشون نام خدا به اونا درد دلتان شنیدن به خاطر دختره کرد به خاطر کرای خیلی بینین و هر کس که کت ما میکنه خداوند که ایشان کمک کنه خیلی بینین ده منخت حالا اگر میگی سودا بریم بگیریم نوخت است نه خیر خیلی بینین بچه ما پول نخت برتان میتام از طرف یک هموطن ما کرای خانه رو بتین یک چیز سودا بسن بچه جان جور بتین خداوند تعالی من میگم کار مشکلات می کلمو بین مسلمان افغانستان ما را آرامی و چی بیاره کم هیچ طفلای ما افغانستان ما بیخی بیچاره شده خداوند تعالی روشنی سرش کنه یا برالعالمین گفت شش ماه تدایی شش ماه بعدم بازم خون کم کرد پیش کرفتم تو خود مرا گفتی که گفتم میره خال از تو می شروع کریم مال تو همی تکلیف شه بگو همی واجه شه بگو من قواست آن ندارم که مادم ها پیش تو بیایم گفت نه کم خون است استقان ازی ضعیف است من چم خون تصویه نمی کنه تا نمی کنه پیش دیگهش که میره میگه یک ماینات از برده شخصی ها کو اینه 60,000 میشه 50,000 میشه از استقان ازی مواد میگیرن من گفتم من خوب از توان ندارم من ایلی شب خدا میکنم من اون اموز که یک ماینات یا شکست چیز کنه بخیر که همین کلش خودت ببری ماینات یا شکنی آجت من است که دم دست خود مصرف کنید خیلی ببینی جان جور به تا مصرف خوار ما بی بی آجی تایره از لندن که 21,700 روان کده بود 11,000 شه ما بر شما تقدیم میکنم و 10,700 شما برای خانواده دیگه کتر خیلی ببینی خداوند که اشکو مکنه هر جای باشه آرام باشه خداوند تالا من میگم در زمین دزبان زر بگرده برش خود اجر بتش که برای طفلا و ماسما بی پدر خوبی کرده خدا که ایش خوبی کنه اتو فکر کو بود که یک اجر رفتی یک بیچاره و مسکین بوده بدار پین من گفتم که پین با چیز که من رو نان خودم خوردم این شو که من اولادای مسور مسای کنم از اون از اون گفتم کنم مادر نیست ما چی کنیم ما این بچه که الان خود زیاد نیزنم ات روزایی شد یک دندان کند نمیش از هم خراب شد از خانه میکشم شد و شد این شد تا 12 در گوچه کشیرمش تو ما مریض هستم دیگه نمیتونم بر تا نان پیدا کرد شما کنین که من بیشینم در خانه ما برو ما تیزم در پایا قمه پرنده اگان وقت این تا یک قفای پایم کوریای پایم یکی این قمفت گوشتایش در زمین این دیگر رقم کوری های پای مولا میکنه کلش پروردگار عالم دیگه با برکت همی شام غریبا دیگه این شب شب چهارشنبه شب مراد خیلی بینی خداوند هر مرادش من قبول و منظور بگردانم به هر وسیله و چیز به ما در خداوند که ایش خوبی کنه از طرف بی بی حاجی طایره از لندن 21,700 روان کرده بود 10,700 شده برنامه بعدی بیننده باشن 11,000 به این خانواده ما تقدیم میکنم کی پایسر از یاد خوش داره؟ پایسر همی دخترم اینه می مر وقت مره میگه که مادر پایسر باشه که من حساب کنم یکی که بطه مادر جانتا میگی من بطه بطه میگی یکی می دو دو هزار شده سه چار پنج شش هفت هشت نو ده یا میازده خیلی ببینه خداوند تالا من میگم من هر مشکل داره خدا برش آسان کنه هر مراد داره خداوند بر کل مبین مسلمان قبول و منظور بگردانه هر جای باشه آرام باشه افغانستان ما را خدا آرامی بیاره ارزانی بیاره کل جوانای ما را خدا نگاه کنه یا رب العالمین شکر الحمدلله و بالاخره خداوند بزرگ در پایان امروز باز هم این مادر را ناامید از درگاهش نساخت و شما را وسیله خیر برای همه این خانواده ساخت.
پروردگار عالم دیگه همونجا یک دست دعا بالا کن بلکم پروردگار دمش در چیز دعای ما میشه بچیم که هرکس برم کمک کده خداوند نورم من میگم جنت هم دنیا ای دنیایش خوب کنه همو دنیایش شما رو بیش ببره بچیم خداوند تعالی با عزت باشین ایت جای خداوند نشرمانید بخیر خدا حافظ خواره خدا حافظ خوش باشین هموطنهای عزیز رسیدیم به پایان برنامه در یکی از کوچه های کابل درد دل خانواده را شما شنیدین واقعا بر ما هم درد آور بود بر ما شب و روز فرق نمی کنه از صبح که بر آمدیم حالا باید بریم دوستا گفتن که حتی مامورین دولتی میان در کنار نانوایا به خاطر گرفتن یک ده تا نان که اگر کدام هموطن ما کمک کنه و این برنامه را در اینجا به پایان میرسانیم تا دیدار دوباره خداوند یار و مددگارتان پیروز و کامگار و سربلند باشین. ما سپاسگزاریم از بی بی حاجی طاهره که از لندن مبلغ 21700 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بود که مبلغ 11000 افغانی از مجموعه این کمک در این برنامه برای این خانواده برای رفع نیازهای اساسیشان نقدن پرداخت گردید و مبلغ 10700 افغانی از مجموعه کمک باقی مانده آن در برنامه های آینده به نیازمندان اهدا خواهد شد. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشتهای اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.